گفته که دوازده، نوزده، شصت و هفت، نود و هفت، صد و پنج، دیگه صد و یازده و صد و بیست و هفت. خب هفتاد تا هشتاد رو بنویس سرجان، هفتاد تا هشتاد رو بنویس و با مضرب های عدد دو، سه، پنج، هفت باید اعداد بین 70 تا 80 رو خط بزنی و هر چی عدد بمونه میشه حکم اعداد اول. خب آقا اینجا رو کن، الان عدد 12. خب این که تابلوه به عدد دو بخش پذیره، پس نمیشه به عدد دو بخش پذیره، یعنی این عدد عدد مرکب، درسته؟ خب ببین شما اگر بخوایم 19 رو تعیین بکنید که اول یا مرکب، برای تقسیمش باید با اعداد اول دو سه پنج رو امتحان میکنیم؟ نه. چرا؟ چون پنج به تقابل میشه 25. برای 19 باید به دو سه تقسیم کردنش رو امتحان میکنم. 19 به دو نمیخوره، رقم یکانش زوج نیست و همینطور مجموعه ارقامش هم میشه 10 به 3 نمیخوره. پس چون به 2 و 3 نمیخوره حکم عدد اول رو داره، حکم عدد اول رو داره. 67 رو نگاه کنید دوستان عزیز من، برای این اول بودن عدد 67 ما باید به 2، به 3، به 5 و به 7 تقسیمش رو انجام بدیم. به 2 که نمیخوره چون زوج نیست، به 3 نمیخوره چون 13 میشه، به 5 نمیخوره چون رقم مکانیش 0 و 5 نیست و 67 به 7 هم بخش وزیر نیست، باقی موندهش 0 نمیشه چون به اینا بخش وزیر نیست، از حکم عدد اول داره. 97 هم به همین شکل، باز دوباره 97 رو باید به 2، 3، پس به همینا دیگه نمیدیسم، به 2، 3، 5، 7 باید تقسیمش رو انجام بدیم که چون به هیچ کدوم از اینا بخش پذیر نیست نتیجه میگیرم یه عدد اول. 105 که اصلا تابلو اصلا نمیخواد راجبش حرف بزنیم، به 5 بخش پذیره. 111 خیلی تابلو به 3 بخش پذیره، به 3 بخش پذیره، مجموع ارقامش میشه چند؟ میشه 3. 127 رو نگاه کن آقا، برای اینکه بخوای تشخیص بدی 127 اول یا نه باید به اعداد اول 2، 3، 5، 7، 11 تقسیم بکنیم. چرا 11 رو بچه نوشتیم؟ به خاطر اینکه 11 توان دومش میشه 121، عدد شما 127. خب بریم به اینا تقسیمش رو بررسی بکنیم. خب آقا جون من 127 به 2 نمیخوره چون زوج نیست، به 3 میشه 10 نمیخوره، به 5 نمیخوره، 127 به 7 بخش وزیر نیست و در آخر به 11 هم بخش وزیر نیست، چون به هیچ کدوم از این عدد بخش وزیر نیست حکم عدد اول رو داره. اینم از این مثال. اینو برای صفحه 4 آخر سوالش گفتم، بریم صفحه بعدی رو با هم بررسی بکنیم. خب بچه ها توی صفحه 5 دوستان سریع از این تابلوهایی که در اختیارتون قرار دادم یه اسکرین شات بگیرید، بعدا اینا رو بنویسید. توی صفحه 5 سوال آخرش رو من فقط بنویسم، سوال آخرش رو حل بکنیم با هم دیگه، مثل همین تقریبا گفته مشخص بکنید عدد 103 و 187 اول یا مرکب. 103 و 187. خب تو پرانتز یه راهنمایی هم به ما داده، گفته 103 تقریبا، یه ذره دوربینمون رو ببینیم ببینیم قشنگ، گفته 103 تقریبا جزرش 10. پس بچه های عزیز هر چی عدد اول تا 10 وجود داره رو باید بهش تقسیم بکنیم، پس باید به 2، 3، 5، 7، 9، درسته؟ نه، 9 اول نیست.
پس فقط باید به 2, 3, 5 و 7 تقسیمش رو چک بکنیم. اگر به هیچ کدومش بخش وزیر نبود، حکم عدد اول رو برای من داره. خب بریم ما هم دیگه ببینیم. به 2 که نمیخوره، به 3 نمیخوره، به 5 هم نمیخوره. 103 رو فقط باید الان به 7 بخش وزیر بودنش رو امتحان بکنیم که به 7 هم نمیخوره. از نتیجه میگیریم 103 یه عدد چیه؟ یه عدد ۱۸۷. آقا 187 جذرش رو تو پرانتز به ما داده تقریبا 14. پس آقا جون من به اعداد اول کمتر از 14 باید تقسیم بشه. مرسی به نهال عزیزم، آفرین. به 2, 3, 5, 7, 11 و 13 باید تقسیمش رو انجام بدیم. خب نهال جان به کدومشون بخش وزیر شد؟ یا اصلا بخش وزیر نشد؟ چی شد نهال؟ خودت بگو. بیا تا تو گفتی یا تا آخرش خودت بگو. اگر دوست داری میکروفونتو وصل کردم. من رو اینجا بنویسم. 2, 3, 5, 7, 11 و 13. خب بفرمایید نهال جان، من صدات رو دارم. سلام عزیزم. نهال جان صدات خیلی ضعیفه. خب بله. به 5 هم رقم یکانش 5 یا 10 یا 0 نیست. بله. 7 هم بخش وزیر نمیشه. به 11 بخش وزیر میشه. بله. عددی مرکبه. درود بر شما. کاملا درسته. مرسی ازت. ممنون. بچه ها نهال میگه که 187 رو باید به 2, 3, 5, 7, 11 و 13 تقسیم بکنیم، ولی میبینیم که به 11 پخش پذیره. همین که به 11 پخش پذیره، حکم یه عدد چی رو برای ما داره؟ حکم یه عدد مرکب رو داره. به 11 همون که به 11 پخش پذیر باشه ملیکا، یعنی میشه یه عدد اول. 187 به 11 بخش پذیره. به 13 بخش پذیر نیست. بله ملیکا درست، به 13 بخش پذیر نیست. پس این عدد یه عدد مرکب محسوب میشه. خب اینم از این مثال. صفحه آخر رو بریم ببینیم. سوال یکیش که 1 تا 60 ما جلسه قبل 1 تا 70 رو بررسی کردیم با هم، میگه مشخص کن 107 اول یا مرکب. خب 107 بچه های عزیز به 2 نمیخوره، 107 به 3 نمیخوره، به 5 نمیخوره و به 7 هم بخش وزیر نیست. پس 107 یه عدد اوله. 251 رو میخوایم با هم ببینیم. دیویست و پنجا و یک رو میخوام ببینم. خب آقا دیویست پنجا و یک، خب 13 به توان 2 میشه 169. پس باید به تا 13 امتحان بکنیمش. ولی بچه ها عدد بعد از 13 میشه 17. 17 توان 2 میشه 289. پس من 251 رو باید تا 13 برم. یعنی کافیه به 2, 3, 5, 7 11 و 13 تقسیمش رو بررسی بکنیم. به 2 که نمیخوره، 251 به 3 نمیخوره، به 5 نمیخوره، به 7 نمیخوره، به 11 نمیخوره و به 13 هم بخش پذیر نیست. پس چون 251 به هیچ کدوم از این اعداد بخش پذیر نشد، حکم یه عدد مرکب رو داره. ببخشید عوض میخوام، به هیچ کدومشون بخش پذیر نشد، حکم یه عدد اول رو داره. بله درسته. مثال بعدی
گفته عددی از 120 کوچیکتر و از 100 بزرگتر است. بچه ها عدد ما از 120 کوچیکتره. از 120 کوچیکتره. مثلا 119 اصلا مهم نیست چنده. وقتی که عدد ما کمتر از 120 برای اول بودنش باید چند تا تقسیم انجام بده؟ به 2 که باید تقسیم بکنیم، به 3 باید تقسیم بکنیم، به 5 باید تقسیم بکنیم. خب 7 میشه 49 تقسیم میکنیم، ولی 11 میشه 121. عدد شما از 120 کمتر، پس به 11 تقسیم نمی کنیم، میشه به 4 تا عدد، یعنی 4 بار باید تقسیم رو براش انجام بدیم. سوال آخر میگه در روش قربال اعداد بین 1 تا 100 به سوالات زیر پاسخ بدید. اولین عددی که خط میخوره 1. بچه این سوال هم میتونید جواب 1 بهش بدید، هم میتونید جواب 4 بهش بدید، جفتش درسته. سوال 2، در مرحله حذف مضرب های 7، اولین مضرب 7 که به عنوان سایر مضرب ها خط نخورده چنده؟ خب ما میدونیم شروع هر عدد اولی برای خط زدن از مربع اون عدد از توان دومش. پس آقا جون شما وقتی که میخوای عدد 7 رو خط بزنی، مضرب هاشو، اولین مضربی که خط میخوره، پس میگم اولین مضرب 7 عدد 49 که قبلا با هیچ مضرب دیگه خط نخورده، یعنی مربعشه. بله نواجان. سوال 3، عددی که ما مضرب های آن عدد 24 خط خورده. بچه ها 24 با مضرب کیا خط خورده؟ با مضرب چه عددی خط میخورده دوستان؟ هلی آفرین دیگه. آها بچه های عزیز، یه سری رو برمیدارن میگن با 2، 3، 4، 6، 8 و اینا خط. آقا جون من، آقا 6، 4، 8 که اول نیست. مرسی سحر و کوثر و نهال و هلیا. آقا جون شما 24 رو خط بزنید، دفعه اول با 2 خطش میزنید چون زوجه، دفعه بعدی با 3 خطش میزنید دیگه، با 25 خط نمیخوره، فقط با 2 و 3 خط میخوره. میگه سوال بعدی، سوال شماره 4، سوال قشنگیه. میگه که تمام مضرب های 5 که در مرحله حذف مضرب های 5 برای اولین بار خط خوردن. برای اولین بار آقا مضرب 5 رو میخوام خط بزنم، مضرب 5 رو میخوام خط بزنم، شروعش باید از 25 باشه، شروعش باید از 25 باشه. مضارب بعدی رو میشه 35 و همه رو بنویسم 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 و 100. اینا مضرب های عدد 5 درسته؟ الان سوال 4 دارم هیوا جان توضیح میدم، الان سوال 4 حرفی نزدم، فقط مضرب های عدد 5 رو نشون. الان هیلیا جان بریم بررسی بکنیم کدوم میشه. آقا توی این مضرب ها مضارب زوج ما قبلا با کی با 2 خط خوردن، پس بذارشون کنم. 30 40 50، ببینید خط بزنیم معلوم نیست. 30 40 50 60 بعدیش میشه 70 80 90 و 100. اینا رو ما قبلا با مضرب های عدد 2 خطشون زدیم. از زوجه رو میخیرم. خب بچه ها از بین این عدد خوب نگاه کنید، اونایی که مجموع ارقامشون با 3 هم بخش پذیره بره کنار. 25 میشه 7 به 3 نمیخوره، 35 میشه 10 به 3 نمیخوره، 45 میشه 9 به 3 نمیخوره، 55 میشه 10 این میشه 11، 75 میشه 12 به 3 نمیخوره، 85 میشه 13، 95 چند میشه؟
چند؟ 14. خب این است. حالا هر چی عدد میمونه، هر چی عدد میمونه اعدادی هست که ما برای اولین بار با عدد 5 خط می‌زنیم. نگاه کن، این اولین بار با عدد 5 خط می‌خوره، این اولین بار با 5 خط می‌خوره، این اولین بار با 5 خط می‌خوره. 65 رو اولین بار بخوای خط بزنی با 7 که خط نمی‌خوره، با 5 خط می‌خوره دیگه. اینا همینطور 85 با 2 نخورده تا به حال، با 3 نخورده، اولین بار با 5 خط می‌خوره. 95 هم همینطور. اینم از جواب سوال 4. پس شد 35، 55، 65، 85 و 95. 25 هم که شروع ما بود. بله جواب سواله. کوسر جان جوابتو تا 55 رفتی. 65 و 85 و 95 هم شاملش میشه که آوردی آخر سر اضافه کردی. بله نهال خانم درست گفته. هیبا جان سوال رو توضیح دادم. درود بر هلیا. خب بریم فصل سوم رو آغاز بکنیم. عزیزان ما فصل سوممون در رابطه با چند ضلعی ها میان صحبت میکنه. چند ضلعی بچه ها، ما چند ضلعی رو چطوری معرفی میکنیم؟ میگیم چند ضلعی یه منحنی بسته یه خب که اضلاعش همدیگه رو قطع نکنه. اگر تو رأس‌ها همدیگه رو قطع بکنه ایرادی نداره. پس تعریف چند ضلعی طوریه که یه منحنی بسته است که اضلاعش همدیگه رو قطع نکنه مگر در رأس‌ها. خب حالا مثلا این تعریف چند ضلعی رو ما بلدیم. تا به صورت خدمتتون گفته بودم. ما در حالت کلی سه تا چند ضلعی داریم. سه تا چند ضلعی میتونیم برای فصل 3 سال 8 شما معرفی بکنیم که شما سال 7 هم داشتید. اینجا رو ببین. چند ضلعی هم به این صورت مطرح میشن. چند ضلعی موحد چند ضلعی موقعر و چند ضلعی منتظم. این چند ضلعی هایی که ما از سال هفتم هم باهاشون آشنا هستیم. بچه ها تو چند ضلعی های محدب یه نکته خیلی مهمی رو باید حواستون باشه، اینه که ما چجوری اینا رو معرفی میکردیم؟ گفتیم چند ضلعی محدبه که زاویه داخلیش، چند ضلعی محدبه که زاویه داخلیش کمتر از 180 باشه. کمتر از 180. پس هر چند ضلعی محدب اصلا زاویه داخلی بیشتر از 180 درجه نداره. درست شد؟ همه زاویه هاش از همه زاویه داخلیش از 180 درجه کمتر. چند ضلعی مقعر برعکس اینه. میگیم چند ضلعی مقعر محسوب میشه که یه دونه زاویه داخلی بیشتر از 180 درجه داشته باشه. پس این اینطوری میگیم. میگیم زاویه داخلی بیشتر از 180 درجه داشته باشه. چند ضلعی منتظم تعریفش از نظم میاد. بچه‌های عزیز چند ضلعی منتظم تعریفش از نظم میاد. بگیم چند ضلعیه که در واقع تمام اضلاع و زاویه هاش با هم برابر، اضلاع و زاویه با هم برابر داشته باشه. درست شد؟ خب حالا میخوایم توی چند ضلعی ها بریم حالت های مختلفش، نکات مختلفش رو هم دیگه بررسی بکنیم. تا الان تو اینجا اگر سوالی هست بفرمایید.
سوال ندارید بچه ها؟ خب مرسی. من خارج تصویرتون بایستم، اگر میخوای تصویرشو اسکرین بگیرید راحت بتونید از تابلو اسکرین بگیرید. بچه جواب اینا رو دیگه ما چون وقتمون رو خیلی نذاریم، فقط تصویر من در اختیارتون قرار میدم، یه اسکرین از کل تابلو بگیرید، بعد از این تابلو کلاستون تموم شد اسکرین هاتون رو وارد جزوه بکنید که هم تکرار بشه، هم که ما خیلی سر کلاس تایممون رو باید نگذی از دست ندیم. خب تعریف بعدی هم بیر برای این شکل مثال بزنیم. بچه هم اگر این ترانزیتی به عنوان ترانزیتی موقع در نظر بگیریم، شکلش به این صورت میشه. نها کن شکلی که جزوه برش میکشنم، یه چارزیتی کشیدن الان اینجا رو بگیم، این ترانزیتی این زاویه داخلیش از 180 درجه مشخصه که بیشتره، پس چون بیشتره حکمه یه ترانزیتی مقعر رو داره. بعد کلن دوستان ترانزیتی هایی که ما میشناسیمش مثل متوازی الاضلاع، مستطیل و مربع و مزنده و اینجور چیزا، لوزی، اینا همشون جزء ترانزیتی های محدب هست، چون زاویه های داخلیشون همشون از یه دونشون نمجبور، چون زاویه داخلی همشون از 180 درجه کمتر، بخدر این ما اینا رو تحت عنوان ترانزیتی های محدب میشناسیمشون. خب این هم از موضوع بعدی بحث ما در رابطه با مرکز تقارن. بچه مرکز تقارن ساله که مرکز تقارن، محور تقارن، اینا رو سال ششم پنجم هم داشتیم، سوالات مختلفش رو حل کردیم و دیدیم. یک بار دیگه من اینجا تکرار بکنم خدمت عزیزان، آقا وقتی میگیم مرکز تقارن یعنی که میگیم شکلی مرکز تقارن داره یعنی چی؟ یعنی توی اون شکل یه نقطه وجود داره که اگر شکل رو نسبت به اون نقطه چند درجه؟ 180 درجه در قرار بدی، شکل دقیقاً روی خودش میفته. خب پس ویژگی مرکز تقارن چیه؟ نقطه‌ایه که اگر نسبت به اون نقطه شکلمون چند درجه؟ 180 درجه در قرار بدیم، چه اتفاقی میفته؟ شکل دقیقاً روی خودش منطبق میشه. به این نقطه میگن مرکز تقارن. تعریفش رو صفحه 1 فصل 3 مون آوردم. ویژگی های نقطه مرکز تقارن، پس این صفحه 3 رو پایین صفحه رو الان داریم هم بررسی میکنم. من برای اینکه تصویر تابلومون کوچیک نشه دیگه روی کلاسمون نمایش نمیدم، چون الان همتون دیگه دارید. ویژگی های نقطه مرکز تقارن اینه که بچه اگر هر نقطه از شکلمون رو به نقطه مرکز تقارن برسونیم، به همان اندازه ادامه بدیم، نقطه‌ای که به دست میاد دقیقاً روی شکلمون قرار میگیره. پس تعریفش رو با هم ببینیم. ویژگی های نقطه مرکز تقارن، هر نقطه از شکل مورد نظر را به نقطه مرکز تقارن وصل کرده و به همان اندازه ادامه بدیم، روی نقطه از خود شکل خواهیم رسید. یعنی چی؟ پای تابلو رو بچه تو مثلث نقطه O و تو متوازی الاضلاع نقطه O رو هم بررسی بکنم ببینم آیا O اینجا مرکز تقارن هست یا نیست. خب یه نقطه دلتا از شکل در نظر بگیرید مثل این نقطه مثلا، خب این نقطه رو بیارید برسونینش به نقطه O، این نقطه رو بیارید برسونش به نقطه آن. بچه همین اندازه ادامه بدید، به همین اندازه ادامه بدید. اگر من با یه رنگ دیگه به همین اندازه ادامه بدم، نقطه‌ای که بهش میرسم، حالا سر کمین اندازه های یکسان، نقطه‌ای که بهش میرسم نقطه توی شکل نیست، خارج شکل، پس این نقطه مرکز تقارن محسوب نمیشه. ولی اینجا نگاه کنم، این نقطه رو در نظر بگیرید از شکلتون، بیارید برسونش به نقطه O، به همون اندازه ادامه ده، اینو به همین اندازه ادامه بدیم. آها میبینیم این نقطه A افتاد مثلا روی نقطه B، چون این اتفاق افتاد میگیم این نقطه توی متوازی الاضلاع مرکز تقارنش محسوب میشه. درسته؟ این نقطه توی متوازی الاضلاع مرکز تقارنش محسوب میشه. خب این هم از
در واقع نحوه و ویژگی نقطه مرکز تعادل. حالا بریم نکات اشکال منتظم در رابطه با مرکز تعادل رو صفحه دو ببینیم. بچه کوچیک صفحه دو. عزیزان بیاید صفحه دو. از بالا بخونیم نکاتش رو. میگه برخی از اشکال مرکز تقارن ندارن، برخیشون یه دونه دارن و برخیشون بیشمار مثل خط داره مرکز تقارن. دوستای گل من توی این شکل اگر نگاه بکنید الان متوازی الاضلاع مرکز تقارن داره ولی اون بالایی مثلث مرکز تقارن نداره. پس این حواست بهش باشه که متوازی الاضلاع یه دونه مرکز تقارن داره ولی مثلث اصلا مرکز تقارن نداره. و این نکته کلی چند راجع به اشکال منتظم را بکنید. راجع به اشکال منتظم، بچه اشکال منتظم اشکالی هستن که میدونید یه زراز داره شما خواهد. میخواییم ویژگی اشکال منتظم در رابطه با مرکز تقارن و محور تقارن. ببین عزیزم در رابطه با مرکز تقارن میگیم حتما باید ارزش چی باشه؟ حتما باید ارزش زوج باشه. حتما باید اضلاع زوج و تعداد اضلاعش زوج بود یه دونه مرکز تقارن. اگر دو تا شرط شرط اول و شرط دوم برقرار بود میگیم یه دونه مرکز تقارن داریم. اگر منتظم بود دیگه زوج فرد بودن ملاک نیست و مطرح نیست بگیم تعداد اعضا به تعداد بریم ما محور تقارن به تعداد اعضاش محور تقارن. مثلا الان اینجا نگاه کنید بچه های شکلی مثل مربع مربع منتظم هست چهار تا محور مثلث متساوی یا ساق اضلاع مثلث متساوی یا اضلاع منتظم هست سه ضلعی سه تا محور تقارن. بیا بالا تو بالا مربع یه دونه داره مثلث متساوی یا اضلاع چون تعداد اضلاعش فرد باید زوج باشه. این هم خدمتتون گفتم. آقا محور تقارن چیه؟ همه اون ویژگی‌هایی که در رابطه با نقطه به نام مرکز تقارن گفتیم رو اگر رو نسبت به خط بگیم به اون خط میگن محور یا خط تقارن. پس تعریفش رو ببینیم. محور تقارن به خطی که قرینه هر نقطه از شکل نسبت به نقطه نقطه از خودش شکل باشه میگه محور تقارن. نکاتش رو با هم بررسی مرکز داشت ولی محور نداشت. مثلث یه دونه ببخشید مربع یه دونه مرکز داشت ولی مثلث اصلا مرکز نداشت فقط مثلث محور داشت. این هم از این در تو اشکال منتظم گفتیم اگر تعداد اضلاعشون زوج باشه یه دونه مرکز داره و به تعداد اضلاعشون محور داره. سوالی هست تا به الان؟ بچه از سوال اگر هست بپرسید. سوال نده دوستان عزیز. خب بریم سراغ ادامه مبحثمون تحت عنوان قضیه خطوط موازی و مبرم. خب بریم
ماجرای خطوط موازی و مقرب به چه صورت هست؟ دوستای احسان دقت بفرمایید. خطوط موازی و مقرب داستانش از چه قراره؟ ما سالهای قبل زاویه متقابل درست رو خوندیم. الان تقریبا تو هم ماجرا که ما هم صحبت کنیم فقط یه تفاوتی داره. دقت آقا ما توی این قضیه اسمش موازی و مقرب. مقرب یعنی خط کج، موازی یعنی حدود کمی دراز. خب اینجا رو ببینید، دو تا خط موازی اینجا من دو تا ببینید که تصویر رو بلندترش کنم. الان من اینجا دو تا خط موازی دارم. دو تا خط موازی بچه ها توسط یه خط کج مقرب قرمز میشن. توی این شکل دو تا نقطه برخورده بودیم، یکیش آ یکیش بی. پس الان من اینجا این خطوط آبی رنگی هم سرطرش زندش میذارم برای اینکه به شما بگم این خطوط موازی ما. خب بچه در دست کنید الان اینجا رو توی این شکل دو تا نقطه برخورد که به وجود میاد در واقع هشت تا زاویه برای برخورد میکنه. از این هشت تا زاویه با دقت نگاه میکنیم چهار تا زاویهش تنده، چهار تا زاویهش باز. پس زاویه های تند و باز، زاویه باز رو داریم میبینیم. بچه ها زاویه های تند رو ببینیم، اسم تند همون چی هست؟ وقتی میبینیم تند یعنی زاویه که از 90 درجه کمتر هم. زاویه های تند من میشه زاویه یک، دو، زاویه یک، پنج و زاویه جمع ببردم. خب ابن علی سرجان بعدا فیلمشو بچه ها دارن و خواهم با زحمتی که چه فیلمشو بهتون میدن نگاه کنم. چیز سخت هست. زاویه تندمون یک دو پنج شیشه، یک دو پنج شیش. بچه زاویه بازمون چه زاویه های هستن شکل رو نگاه کنیم مشخص، یعنی زاویه که از هم درجه بیشتر باشه. زاویه بازمون هستن سه چهار پنج هشت. زاویه سه چهار هفت هشت. آها حالا اینا رو که همه رو میدونستیم نکته جدید چی داریم به ما بگیم. میگم اگر یه همچین اتفاقی افتاد، دو تا خط موازی توسط یه خطی کسی قطع شد، هشت زاویه چهار تا تند و چهار تا باز دیگه به وجود اومد، زاویه های تند طبیعی با هم برابره، زاویه باز هم طبیعی با هم برابره، زاویه تند و باز همگی با هم برابرن. از این نکته کلیه دیگه هر زاویه تندی به علاوه هر زاویه بازی
جمعشون میشه 180 درجه. هر زاویه تون با هر زاویه باز جمعش میشه 180 درجه. بچه ما این ضرب المثل تو ادبیات فارسی داریم، میگه کبوتر با کبوتر باز با باز. خب حالا این ضرب المثل تو ریاضی بیاد اینطوری میشه، میگه تند با تند باز با باز با هم برابره. درست شد، تند با تند برابره، بازم با باز با هم برابره. یه تند و بازم بود جمعش باید بشه 180 درجه. حالا باید ببینیم که سوالات این قسمت به چه صورتی مطرح میشه. خب توی شکل اگر سوالی هست بفرمایید. تو شکل سوالی میسوستان رو مثال بریم توضیح بدم. کوسر جان، کوسر شما فقط اینا رو با این سه تا رو فقط بلد بشید که تندا با هم برابره، بازا با هم برابره، و از طرفی تند و باز اگر تو شکل دیدی باید با هم جمع کنی و جمعش رو مساوی با 180 درجه بذاری. بریم با هم دیگه سوالات مربوط به این قسمت رو حل کنیم. بچه تشریف بیارید صفحه 3. دوستای گلم تشریف بیارید صفحه 3. رو مثال های بعدی خدمتتون توضیح میدم. خب دوستان این شکل رو نگاه کنید. ما گفتیم خط آبی ها خطوط موازی هنگی. خب مثلا این خط ها اسمش رو بزنم خط L1، این خط ها اسمش رو بزنم خط L2. ببین اگر L1 و L2 رو شکل روشون همچین علامت های فلش گذاشتن، علامت فلش گذاشتن یعنی نوع موازی هست. حالا این موازی بودن نمادش چیه؟ نمادش یه 11 بزرگ. پس اگر بین L1 و L2 یه 11 اومد یعنی دوتا خط با هم دیگه چی هست؟ موازی. حالا یه شکل دیگه این پایین برشون بکشن. آقا این خطر نگاه کنید دوستان، این خطر نگاه کنید، قرمزه رو می‌بینی؟ یه خط دیگه مشکی میاد اینو قطع میکنه، یه خط مشکی میاد اینو قطع میکنه، جوری هم قطع میکنه که اینجا یه زاویه 90 درجه میسازه، اینجا یه زاویه 90 درجه میسازه. میگن این دوتا خط اصطلاحا نسبت به هم عمودن. پس این میشه عمود. علامت عمودن رو شکل میده دیگه از کلاسه سومتون بلده. علامت عمود بودن رو شکل اینه، علامت موازی بودن رو شکل فلش. حالا فرض کنید این قرمزه L1 باشه، این مشکیه L2. عمود بودن اینا چجوری می نویسیم؟ میگیم خط L1 و L2 نسبت به هم عمودن، نمادش میشه یه تی انگلیسی برعکس، یه تی انگلیسی برعکس. این یعنی این دوتا نشده هم عمودن. خب حالا بریم مثال های مربوط به قضیه خطوط موازی و مورب رو با هم دیگه حل کنیم. چون هر عزیزی سوال داره مفهومش بپرسه، اگر سوالی نیست بریم با هم مثال هاش رو بررسی کنیم. پس شد باز با باز برابر، تند با تند برابر، یه باز بود یه تند بود جمعش بشه 180 درجه. مثال شماره 1 گفته تو خطوط زیر D1 و D2 با هم موازی هم مقدار x رو به دست بیاریم. شماره 1 رو نگاه کن. مثال شماره 1 رو بچه که همچین شکلی کشیدم اینجا رو بهتون دادم 130 درجه، اینجا رو بهتون دادم 50 درجه 15. مثل گل حواس. آقا زاویه 130 که از معمارش مشخصه، چه زاویه؟ باز.
هنجیس برای 15 است، اضافهش مشخصه. این چه زاویه باز. گفتیم شعرمون چی بود؟ باز با باز با هم برابر. خب پس این دو تا رو باید با هم برابر بذاریم. باید معادله هم. خب میگم که 5x در به 15 برابر با 130. 5x بعد 15 برابر با 130. 15 میره اون طرف. میشه 5x برابر میشه با 130. 15 بر اون بر میشه منهای 15. یعنی در واقع داریم معادله حل میکنیم. خب نتیجه میبینیم 5x برابر میشه با 130 منهای 15 میشه 115 درجه. از اینجا بچه اگر x رو بکنیم به دست بیاریم، x میشه 115 تقسیم بر 5. اگر ساده بشه جوابش میشه 23 درجه. پس هم میاد گرفتیم باز و با باز با هم مساوی قرار دادیم. بقیه دوستان سوال نیست؟ مرسی پسر، مرسی نهان جان. بچه های سوالی هست بفهمید. خب مرسی میایش و دلناز. خب بریم سراغ مثال دوم. من پاک کنم اینا ما زاویه خیلی مهمی که بتونیم در ابتدای ما شده درستی تشخیص. مثال شماره دوم توی مثال مرسی خانم زحمت کشید بچه توی مثال شماره دوم دو تا خط موازی که به ما داده به این شکل آه این ما موازیه دیگه ایرادش چیه؟ این دو تا هم موازیه. یه خط کجی مال این رد کرده، مال این هم رد کرده. خب زاویه هایی که به ما داده یه 2x منهای 3 اینجا داده یه دونه 3x اینجا به ما داده. خب زاویه ها رو مشخص کنم عزیز من. 2x منهای 3 زاویه بازه، 3x که اینجا به ما داده یه زاویه تنده. زاویه که به ما داده یکیش تنده یکیش بازه. پس تند و باز باید با هم جمع بشه و فکر کنم نهازون شما درست رو میدارم جوابش ای فکر میکنم تو بگه یادم شد چه دو حالا باز با هم حل کنیم بریم درسته هم امیدوار که باشه تند و باز با هم جمع بکنیم جوابش میشه 42. بریم بریم پس 2x منهای 3 این زاویه بازت به علاوه زاویه تنج که هست 3x. این دوتا رو اگر با هم جمع بکنیم جوابش رو باید مساوی با 180 درجه بزنیم. مساوی با 180. خب بریم ببینیم آیا جوابمون درست هست یا نه. خب آقا معادله حل کنیم دیگه. چجوری ببینیم m به 2 تا x با 3 تا x جوابش میشه 5 تا x. 5 تا x برابر با 180 منهای 3 رو بفرستیمش اون طرف میشه به علاوه 3 به علاوه 3. نتیجه میگیرم که 5x برابر میشه 180 به علاوه 3 میشه 210. پس اینجا شده 210. حالا کاری که باید کرد بچه ها باید این معادله رو برای به دست آوردن ایکسش کل رابطه رو تقسیم بر ضریب پشت ایکس رو کنم. یعنی 210 رو باید تقسیم بر 5 بکنم که کاملا نهادها رو درست فرمودم و جواب ایکس ما به دست میاد 42.
سوالی اگر هست من در خدمت دوستای گلم هستم. بفرمایید. سوالی نیست؟ تقسیم برای عدد پشت ایکسان رو تقسیم بر پنج میکنم. داری معادله هم میکنم یعنی اشان پس باید تقسیم برای پنج بشه. خب بچه مثال سوم هم خودم حل کردم براتون. مرسی از شما. تشریف بیارید صفحه چهار دوست عزیز. تشریف بیارم صفحه چهار. معادلات صفحه 4 رو الان با هم بررسی می‌کنم. پس من خواب کنم صفحه 4 بریم. خب بچه نگاه کنید الان توی شکلی که برام کشیده گفته اینجا با این دو تا سه با هم دیگه موازی هم اینجوری فلش گذاشته یعنی با هم موازی. یه صافی همون 4 پنجم ایکس یه زاویه همون 4 پنجم ایکس یه زاویه همون 1 پنجم ایکس 1 پنجم ایکس. خب آقا 4 پنجم ایکسیه یه زاویه باز، 1 پنجم ایکسیه یه زاویه تنده. گفتیم تند و باز باید بشه 180. پس میگم 4 پنجم ایکس برای یک پنجم ایکس باید بشود 180. خب آقا چهار پنجم به علاوه یک پنجم مخرج مشترک بگیریم میشه 5 پنجم ایکس برابر است با 180. دوست عزیز 5 پنجم هم میشه یک دیگه. پس خیلی راحت مقدار ایکس من بدون هیچ گونه محاسباتی به دست اومد 180. از ما هم مقدار ایکس رو خواسته بود دیگه، به دست آوردیمش تموم شده. بریم مثال بعدی. بچه مثال بعدی رو آخر فصل یه نکته قشنگ یاد میگیریم، برمیگردیم اینو حل میکنیم. مثال بعدی رو برای اینکه راحت تر و قشنگ تر حل میکنیم. آقا الان نمیتونیم حل کنیم. چرا الان میتونیم حل کنیم؟ تو با اطلاعات سال هفتم رو میتونیم حل کنیم، ولی آخر فصل نکات من تو زاویه خارج رو میگم خیلی راحت تر میتونیم. پس این بمونه، ما برمیگردیم مجددا اینو با هم دیگه جلسه بعدی حل. نه آقا پس شما یاد باشید که این مثال صفحه 4 شماره دومش اون زاویه آیه شما حل نکرد. بریم سراغ مثال بعدیمون. خب دو تا مثلث کشیده بودم اینجوری اینجا رو داده. خب بچه ببخش من یه لحظه قطع شده ارتباطم باهاتون، عذر میخوام. در خدمتتون با ادامه ماجرا. خب اینجا رو داده آ دی ای خواسته از طرف یکه. دوستای
ازم یه زحمت بکشید تو جزوات این زاویه قرمز رو میخوام ازت، این زاویه قرمز رو میخوام، در علاوه اون بالا برم میخوام یک سر خودم اضافه بود چون سوال یه زد سخت برش. خب از کام خدمت دوستایی بلن که آقا این زاویه قرمزه مونده بکشم ببینید، این یه زاویه 180 درجه است. خب این یه زاویه 180 درجه است. چقدر بیرون زاویه رفته؟ 135 درجهش بیرون زاویه. اگه اینو میخوام حساب بکنم میگم 180 منهای 135 درسته؟ 180 منهای 135 میشه میشه 45 درجه. آقا این زاویه داخل جوابش رو 45 پس این توش رو 45 دوست عزیزم این با این موازیه. وقتی که این 45 درجه باشه اینجا چرا میشه؟ این هم میشه 45. خب از طرف دیگه توی خود مسئله اینجا رو به من داده 40 درجه، اینجا رو به من داده 40 درجه، از من با آبی بنویسم 40. وقتی که اینجا 40 با این موازیه این با چقدر میشه؟ اینجا من میشه 40 درجه. به همین راحتی حالا نگاه ها بیاد تو مثلث بالا. آقا مجموع زوایای داخلی مثلث از کلاس 8 هفتم درجه 180 چقدرش رفته؟ دو تا زاویه‌اش رفته میگم 40 با 45 جمع میکنم جوابش میشه 85. ایکس رو میخوایی به دست بیاریم ایکس میشه 180 منهای 85 به جوابش به دست چقدر؟ میشه 95 درجه. این هم جواب ایکسمون. اگر سوالی هست بفرمایید. سوال قبلی 4 پنجم ایکس و 1 پنجم ایکس جمع کردم شد 5 پنجم ایکس مساوی. به همین